سلام، به کانال اسکورپیون خوش اومدین. توی این سری میخوایم خلاصه فصل 3 جموم به نام جامیونگو رو که داستان عاشقی پسر ماهیل رو در بر میگیره کاور کنیم. این سریال سال 2009 در قالب 39 قسمت تقریبا یک ساعته ارائه شده. پس ما با قسمت اول این سریال زیبا کارمون رو شروع میکنیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. در ابتدای داستان ماهیل رو میبینیم که با لشکرکشی قصد داره به نانکرانگ حمله کنه و اونجا رو نابود کنه. یک سال بعد پسر اون هدونگ رو میبینیم که حسابی بزرگ شده و داره با محافظاش میجنگه. همه اونا رو شکست میده و به کاخ برمیگرده. جنگجویان نانکرانگ بدون توقف در حال تمرین کردن هستن تا بتونن از کشورشون محافظت کنن. توی اتاق شاهزاده محافظ بهش میگه که جایی که شاهزاده نانکرانگ دفن شده رو پیدا کرده، ولی عمه اون جلوشو میگیره و بهش اختار میده کاری نکنه که از تاج و تخت وا بمونه، چون ملک سعی داره فرزند خرساد خودش رو جانشین کنه. سرباز به رئیس گروه نانکرانگ خبر میده که هدونگ از قصر بیرون اومده، پس اونا تصمیم گرفتن آماده بشن تا بهش حمله کنن. دلیل این کارش رو جلوتر میفهمیم. بعد ما با ملکه آشنا میشیم که توی اتاقش و پسر خودش حیوان رو از خواب بیدار میکنه و بهش توضیح میده که پادشاه قصد داره بین اون و هدونگ یه نفر رو جانشین کنه. اینجور که معلومه مردم نانکرانگ یک سال در برابر پادشاه مقابله میکنن و اون میفهمه احتمالاً کسی بین مردمه که به اونا روحیه میده و دوباره امیدوارشون کرده. ملکه سر میرسه و میگه اون کس اسمش جامیونگه. پادشاه با عصبانیت میگه هدونگ رو پیدا کنین و بیارین پیش من. هدونگ سر قبر یه نفر در حال نوشیدن بود. معلوم میشه اون یکی از خواهرانیه که عاشق اون بوده، به نام شاهزاده لاهی، و برای عشقش تا پای جون جنگیده. نانکرانگ وطن خودش رو به نابودی کشیده، ولی بعد هدونگ ازش معذرت خواهی میکنه چون اون هیچ وقت دوستش نداشته و این یک عشق یک طرفه بوده. نامه ای از پادشاه به دستشون میرسه. قبل از اینکه حرکت کنن شورشی های نانکرانگ بهشون حمله میکنن. هدونگ ولی با زیرکی زیر دستشو میکشه و اسم اون رو میگیره. به وسط مهلکه میتازه و دوست خودش رو نجات میده. سوار قایق میشن. در حال فرار رئیس شورشیان نانکرانگ جوری که انگار کینه بدی از اون داره دنبالش میره، ولی وسط راه کم میاره. هدونگ به قصر برمیگرده. اونجا وقتی برادر کوچکش سمتش میاد اون رو بغل میکنه. ملکه از این خوشش نیومد. پس هدونگ هم شروع به بالا پرت کردن شاهزاده کوچیک میکنه. ملکه بالاخره تحملش تموم میشه و با اون دعوا میکنه. پادشاه دستور میده همه از اونجا برن. ملکه در آخر تیکه بهش میندازه و هدونگ با جواب دندان شکم ملکه رو عصبانی میکنه. همه میرن و پدر و پسر تنها میمونن. هدونگ زانو میزنه و از پادشاه میخواد که به مردم نانکرانگ رحم کنه و از خونریزی جلوگیری کنه. پادشاه بسیار ناراحت میشه و شروع میکنه از پدرش یوری حرف زدن. اون میگه پدرش دوتا از برادرش رو کشته. اون موقع درک نمیکرده، ولی میگه الان میفهمه. پسری که با پدر ناسازگاره باید بمیره. اون چیزی بود که پادشاه به هدونگ گفت. پادشاه بهش دستور میده که جامیونگ رو بکشه تا به اون تاج تخت رو بده. هدونگ در ابتدا قبول نمیکنه، ولی بعد از چند دقیقه به نظر میرسه سرنوشت خودش رو قبول کرده. همون شب در بیرون از قصر مردم در حال رفتن به سیرک معروف اون منطقه بودن. عمه هدونگ و همسرش هم در اونجا حضور داشتن. نمایش شروع میشه و به نظر میرسه همه لذت میبردن، تا اینکه یک نفر خبر میده شاهزاده اومده و در عرض چند دقیقه اونجا خالی میشه. اون سه نفر تصمیم میگیرن توی سیرک بمونن و از مسئول اونجا میخوان که نمایش رو ادامه بده. یک زن رو نشون میدن، اینجور که معلومه اون جامیونگه که توی سیرک قایم شده. دوباره نمایش از سر میگیرن. به چند سال قبل برمیگردیم. جامیونگ و پدرش در حال آماده سازی برای پذیرایی از ماهیل بودن. ماهیل به اونجا میرسه تا راضی بشه نانکرانگ خطری براش نداره. پادشاه سر میرسه. قرار بود 30 سرباز از گوگوریو به مرزهای نانکرانگ حمله کنن و اگر تونستن مرز رو حفظ کنن پادشاه بهشون رحم میکنه. این رو میتونستن از شاهین قرمزی که از طرف مرز میاد و تبل جامیونگ رو به صدا در میاره بفهمن. ماهیل فکر کرد که اون برده، ولی تبل یک دفعه به صدا در میاد. اینجور که معلومه فرد ناشناخته‌ای همه اون سربازا رو کشته. به زمان حال برمیگردیم. توی نمایش نشون میده که شاهزاده به هدونگ از عشق یک طرفه لاهی سوء استفاده میکنه و ازش میخواد که جامیونگ رو نابود کنه. لاهی به موت حمله میکنه و محافظها رو یکی یکی پس از دیگری میکشه. اون فکر میکرد با این کار میتونه کشورش رو آزاد کنه و جنگو تموم کنه. همین که میخواد سبل رو نابود کنه جامیونگ سر میرسه و با اون میجنگه. در سکانس بعد ما ارتش گوگوریا رو میبینیم. به نظر میرسه همه ناامید شدن و از جامیونگ ترس داشتن. هدونگ بالا میاد و قول میده که تب تا چند ساعت دیگه نابود میشه.
جنگ دو خواهر هنوز ادامه داشت. جامیون دست برتری رو داشت، ولی همین که غفلت میکنه و خواهرش رو میبخشه، لاهی با یک تیر زهرآلود به اون حمله میکنه. دوباره جنگ رو از سر میگیرن. جامیون با اینکه مسموم شده، ولی باز هم میتونه خواهرش رو شکست بده. باز هم دل کوچیکش بلا سرش میاره. لاهی بهش حمله میکنه و اون به زمین میفته. در آخر این قسمت داشت میدید که خواهرش تبل و سرنوشت کشورش رو نابود میکنه.